به نام خدا، عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم خدمت شما کاربران سایت learnfiles.com. محمد رضا ابراهیمی هستم با آموزش اعتبار سنجی فرم ها در PHP در خدمت شما عزیزان هستم. اعتبار سنجی فرم ها اصلا چیه؟ شما تو اکثر سایت ها دیدید که به عنوان مثال زمانی که یکی از کادرهای یک فرم رو پر نمی کنید به شما یه پیغام خاصی میده تحت عنوان که کادر رو پر کنید، و تا اون کادر رو پر نکنید اجازه یه حالا ثبت اطلاعات یا ارسال اطلاعات به شما نمیده. این یه نمونهش. نمونه دیگه، شما دیدین که توی سایت های برای ثبت نام از شما ایمیل میخوان. زمانی که ایمیل رو وارد میکنید، بعد از اینکه ایمیل رو وارد کردید، اصلا عرضم بودور شما که میاید پایینش باید دوباره یا مجدد همون ایمیل رو پر کنید، و بعد خود سیستم میاد چک میکنه که آیا این دو ایمیل که وارد کردید با هم یکسان هستن، و در صورت یکسان بودن اجازه ارسال اطلاعات به شما میده. یا اینکه میگه اصلا ایمیل وارد کنید و شما یک تایپ عجیب غریب وارد میکنید، ایمیل رو وارد نمیکنید. به عنوان مثال من توی این قسمت به جای ایمیل همچین چیزی وارد میکنید، مثلا میگین learnfiles.com. خب مطمئنن یک ایمیل نیست، یک سایته و کلن ساختار ایمیلی که یه ادساین داره رو نداره، درسته؟ مثلا این به عنوان مثال نیست و به شما ارور میده و میگه این تایپ ایمیل نیست. یا به عنوان مثال یک کادری برای وارد کردن پسورد، شما باید مثلا 6 تا کاراکتر وارد کنید، ولی شما کمتر از 6 تا وارد میکنید، اون موقع به شما باید پیغام بده که این کمتر از 6 تا و اجازه ارسال اطلاعات به شما نده. یا میشه گفت شما میان اطلاعات یک فرم لاگین رو اشتباه وارد میکنید، یعنی به عنوان مثال شما با یوزرنیم محمد رضا میخواین وارد بشین در صورتی که همچین اطلاعاتی اصلا وجود نداره. به عنوان مثال شما میان با یوزرنیم محمد رضا و پسورد 123 وارد شید، وقتی همچین اطلاعاتی چون توی بانک یا دیتابیس وجود نداشته باشه، عملا به شما پیغام میده که آقا اینا همش اشتباهه و همچین کاربر ما توی سیستم خودمون نداریم، و و و چیزای دیگه که شما زیاد توی سایت ها و فرم ها دیدید و باش کار کردید. ما میخوام در مورد این مبحث کار کنیم که یک فرم رو بیایم یک فرم معتبر کنیم، یعنی اجازه ندیم به راحتی یک کار رو بتونه یه سری کارها رو انجام بده. در وهله اول خب من میام داخل پوشه وامپ و پوشه www، یه پوشه به نام حالا validation فرم یا اعتبار سنجی فرم درست میکنم. بعد نیاز دارم که بیام و یه سری فایل ها رو توش درست کنم. اولین فایلی که قرار درست کنیم، من میام داخلش میام یه فرم داشته باشه به این ترتیب. این فرم رو میبندم، بعد میام میگم این فرم من یه اینپوت داشته باشه با تایپ تکست که همون یه کادر متنیه. بعد میام میگم یه نیم داشته باشه، همونطور که میدونید نیم توی زبان PHP به کار میره اکثرا، میگم نیمش TXT باشه. و یه آیدی داشته باشه، آیدی هم که میدونید توی زبانهای مثل CSS، JavaScript و jQuery استفاده میشه، این هم میگم TXT باشه. خط بعد میام میگم یه اینپوت داشته باشه با تایپ نکنید سابمیت میذارم تایپشو. چرا سابمیت؟ چون سابمیت بذارم یه برای من دکمه درست میکنه، دکمه ارسال اطلاعات. من اگه باتن هم بذارم همون دکمه رو برام درست میکنه، ولی خب اطلاعات فرم رو باتن ارسال نمیکنه، فقط جنبه این داره که ما براش بتونیم کد نویسی کنیم برای باتن تو jQuery، ولی ارسال اطلاعات نمیکنه. ولی سابمیت اطلاعات رو ارسال میکنه، یعنی علاوه بر اینکه دکمه هست اطلاعات رو ارسال هم میکنه. نیمش رو btn میذارم و آیدیش رو هم btn میذارم به این ترتیب. حالا سیوش میکنم توی اونجایی که میخواستم، وامپم با نام index.php. حالا میام توی لوکال هاست و ولیدیشن فرم اجرا میکنم. خب مطمئنم اولین صفحه که بالا میاد ایندکس. یه ولیو برای این دکمه خودم میذارم که یه نام قشنگ بگیره، به عنوان مثال میذارم چک که قرار اطلاعات رو چک کنه به این ترتیب. حالا میام یه فایل CSS هم درست میکنم. این نکته که بگم، میخوام یکم گرافیک هم چاشنی کارمون بکنیم، که این فایل CSS من حالا توش میذارم که سیوش کنم.
به نام style.css. وقتی شما دیگه اینجا تایپش رو css میذارید، نیاز نیست که از این قسمت تایپش انتخاب کنید. بعد بیام این css رو لینک کنم به این php. مثلا اون قبل فرم میگم لینک rel مساویه، میگم style sheet، و بعد میام میگم مثلا تایپش text css باشه و hrefش یا لینکش به کجا باشه؟ به فایل style.css. چون کنار هم هستن دیگه نیاز نیست بگم تو کدوم پوشه برو اون چیزا. بعد یه نکته دیگه الان بگم، بعد بیام متا char set یا character set UTF-8 رو هم بهش اد کنم که اگه چیزی رو فارسی قرار روی محیط مرورگر نشون بده اجرا کنه فارسی و به صورت حروف ناخوانا اجرا نکنه. این هم هست. خب حالا میام توی استایل سی اس اس، میام میگم شارپ، بذار به فرمم یه آیدی بدم، به فرم خودم. این فرم یه آیدی داشته باشه تحت عنوان فرم. میگم آیدی فرمم به این ترتیب یه سری مشخصات داشته باشه. در وهله اول میام میگم یه border یک پیکسلی سولید، یعنی خط معمولی باشه و با رنگ قرمز. بعد میام میگم مرجین رایتش به این ترتیب، یعنی سمت البته چپ باید بگم، میخوام چون وسط صفحه قرار بگیره، باشه 450 تا پیکسل. بعد میام میگم یه پدینگ داشته باشه از داخل، یعنی اجزای فرم از داخل هم فاصله بگیرم، پدینگ از هر چهار طرف میگم 10 پیکسل. و حالا فعلا میرم تست کنم یا ویدث سیتمش بدم، میگم یه ویدث داشته باشه 220 پیکسل، یه هیت داشته باشه، حالا اوتو میذارم یا همون اوتو میذارم که باشه فعلا، ببینیم چطور شد. خب مثل اینکه الان این لینک ما کار نکرده. استایل شیت درسته، تایپش هم تکست سی اس اس و اچرفش هم استایل دات سی اس اس. شارپ فرم من یه بار دیگه همه سیو میکنم، رفرش میکنم، اعمال نشده. خب باید بیام احتمالا یه چیز رو اشتباه کردم، اینا رو بردارم، بازم لینک نشده، اونا رو برگردونم. فرم با آیدی فرم، اینجا بودم شارپ فرم، اولا باید کار کنه. ببینم اینجا دقیقا index.php آیدیشو، آها من آیدیشو اشتباهی فرم دادم، میذارم فرم. حالا اوکی شد، رفرش میکنم و بعد میبینی که اینجا اومده قرار گرفته. از سمت چپ هم میتونم میکنم بهش بگم بیشتر، یعنی 520 مثلا داشته باشه به این ترتیب. الان اینجا قرار گرفته، بذاریم این 540 بذارم که اوکی بشه. اولی مبحثی که میمونه، این فرم من باید اطلاعاتش رو به یه صفحه خاص ارسال کنه. میگم با متد پست به این ترتیب به یه اکشنی اطلاعات رو ارسال کنم. به کدوم اکشن؟ میگم صفحه تحت عنوان مثلا check.php. پس باید این صفحه رو هم بسازم. به این ترتیب میگم این صفحه رو بسن درست کن، check.php. بعد میام شرط میگم میذارم، میگم اگه این set شده بود دالر اندلان پست btn، اشاره به اون دکمه روی صفحه من داره. به این ترتیب اگه این شده بود بس من این کار انجام بده، در غیر این صورت این کار انجام بده. یعنی چی؟ یعنی اگه کاربر صرفا روی دکمه چک کلیک کرد و وارد صفحه check.php شد، برای من بیا دستورات رو اجرا کن. در غیر این صورت بدون زدن دکمه چک اگه وارد صفحه check.php شد، نذار ادامه کارش انجام بده. چرا؟ شما نگاه کنید، من مثلا میخوام بیام به کاربر بگم زمانی که حالا رو دکمه کلیک کرد، مثلا مثال بتونی یه سری اطلاعات مثلا ببینی، پسوردی رو ببینه، مثلا پس is 123 درسته؟ به عنوان مثال این میخوام اجرا کنم، رو چک کلیک میکنم ببینم پس استایل، این رو هم نها کنم، متد پست اکشنش هم check.php. رو چک کلیک میکنم میره به صفحه check.php و میگه پس is 123. حالا من به عنوان یه هکر بیام وارد سایت بشم بدون اینکه یوزر پس رو وارد کنم، میخوام از طریق URL بیام بگم check.php، باز هم به اون صفحه میتونم دست پیدا کنم.
ولی چون من اینجا نگاه کنید نوشتم اگه شما فکر کنید من این خط رو نداشتم، الزو نداشتم، مثلا کنم اینو نداشتم به این ترتیب میزدم، باز هم با URL میزدم وستشم مثلا به چک بدون که یوزر پاس رو وارد کنم. ها این زیاد جنبه جالبی نداره برای یه فرم، هکرها میتونن استفاده کنن. خود همین میام میگم زمانی فقط اطلاعات بهش نمایش بده که رو دکمه کلیک کردش. خب این است. در غیر این صورت از هر طریق دیگه وارد این صفحه شد رفرنسش به صفحه‌ای که ازش اومده، میگم لوکیشنش رو صفحه قرار بده که ازش اومده index.php و یه اگزییت میذارم که بس امنیت این هدر هم حفظ بشه. ببخشید. خب الان نگاه کنید، من برگردم رفرش کنم. زمانی که رو چک کلیک میکنم وارد این صفحه check.php میشم، ولی اگه بیام از این روش بیام مثلا بگم check.php دوباره برمیگردم به صفحه index.php، این بحث امنیت بود تا اینجا. حالا اولین بحث ولیدیشن که میمونه اینه که کاربر بیاد یک کادری رو خالی وارد کنه، یعنی من چی وارد نکنم و رو دکمه چک کلیک کنم، نباید بذارم کارش انجام بده. میام اینجا میگم اگر is set شده بود، یا بهتره بگم اگر دالر آندرلاین پست txt که اشاره به این کادری که ما اینجا داریم داره مساویه خالی بود، یه کاری انجام بده. در غیر این صورت یه کار دیگه انجام بده. اگر این اطلاعاتی که با متد پست از txt ارسال میشه خالی بود، یعنی بدون چیزی وارد کردن دکمه چک کلیک کردیم، کاربر رو بفرست به صفحه index.php و با متد get یه متغیر mpt مثلا ببر دل بخواه با مقدار مثلا 10 یا 10-20 یا اصلا میتونه دو رقمی باشه یا هر چیزی که دلتون خواست، فقط باید مقدار داشته باشه. حالا تو صفحه ایندکس میام میگم بالای این فرم خودم php نویسی میکنم، میام میگم اگر is set شده بود، یعنی اگه دریافت کرده بودی دالر اندلان get، چون من با متد get فرستادم به این صفحه دیگه mpt، اگه متغیر mpt دریافت کرده بودی و مقدار داشت is set شده بود چیکار کن؟ میام میگم echo کن چیو؟ یک div با آیدی از میخوام div با آیدی msg و این div رو اینجا میبندم. به اینش هم میام میگم لطفاً اطلاعات را وارد نمایید به این ترتیب. حالا میام اینجا کد نویسی میکنم، میگم msg من sharp msg من id msg من یه سری مشخصات داشته باشه، یه width داشته باشه که با width فرم یکی باشه، این طور کپی میکنم و بعد میام میگم یه پدینگ داشته باشه 10 پیکسلی، بعد میام میگم یه مرجین left داشته باشه، با عنوان مثال میام میگم چقدر 540 تا که دقیقا روی فرم قرار بگیره، و یک بک گراند داشته باشه با رنگ قرمز. متن خود نوشتم چی باشه؟ میام میگم سفید باشه، میتونم اینطوری بنویسم اصلا. یه تست میگیریم، چکو میزنم. البته من اینجا احتمالاً یه اشتباهی کردم یا رفرش نکردم شاید فرم رو، باز ارسال اطلاعات میکنه ببینم شاید این صفحه رو من بله سیو نکرده بودم. حالا سیو میکنم و رفرش میکنم، خالیه. چکو میزنم، میبینی که بالاش به من یه پیغام داده که لطفاً اطلاعات رو وارد کنید، بک‌گراند قرمز و نوشته یه سفید. میام میگم تکست الاینش رو، تکست الاینش رو مساوی سنتر کن، یعنی وسط چین بشه این متنی که داخلش نمایش میده به این ترتیب. بعد حالا من بیام اینو علامت تعجب بردارم، میتونم مثلا یک کار دیگه هم انجام بدم، بیام بگم مثلا دایرکشنش RTL باشه، یعنی از راست به چپ بمیسه متن رو، و میام میگم فونت داش ویتش بولد باشه، یعنی نوشته من داخلش بولد باشه. یه بار دیگه رفرش میکنم ببینید که به این صورت به من نمایش میده. حالا میتونم بگم مرجین باتم داشته باشه 10 پیکسل،
که میشه گفت این فرممون فاصله بگیره. به این ترتیب من اطلاعات وارد کنم، چکو بزنم، ارسال میشه چون خالی نیست. اگر خالی باشه بزنم، این پیغام من نمایش میده. دقت کنید index.php رو من یه بار دیگه به این ترتیب، بعد میام میگم چک، میگه لطفا اطلاعات رو وارد نمایید. این از این مبحث. بعد بریم سراغ مبحث بعدی. حالا فرض کنید شما اطلاعات وارد کرده بود، چه قسمت ال اطلاعات وارد کرد، اطلاعاتمون درست نبود، یعنی من میام میگم اگر، دقت کنید، دالر اندلام پست txt من مساوی مساوی مثلا الان 1 2 3 4 5 6 بود، به این ترتیب اون وقت یه کاری انجام بده، در غیر این صورت یه کار دیگه انجام بده. اگه درست نبود میام میگم برگرد به صفحه ایندکس، به جای mpt مثلا ببر چی؟ ارور با مقدارم 10 10. باز میام اینجا کد نویسی میکنم، این کپی میکنم، میام میگم اگه ایست شده دارن گت ارور. چه زمانی ارور میگه؟ زمانی که من اطلاعات رو اشتباه وارد کنم، پر کنم ولی اشتباه پر کنم، اشتباه وارد کنم، و اگه پرم نکنم میگه mpt. بعد اینجا میگم لطفاً، اصلا میگم همچین، یا میگم نام کاربری اشتباه است، به این ترتیب. اینم هست. بعد میام میگم اینو مثلا میذارم msg2. بعد تو این قسمت اینو کپی میکنم، میگم msg2 من شکلی باشه، با این تفاوت که فقط رنگش یلو باشه، زرد باشه رنگ متنش. رفرش میکنم، مثلا میام میگم علی. خب علی مطمئنن اون یوزر پس من نیست، چک رو میزنم، میگه نام کاربری اشتباه است. خالی باشه که میگه لطفا اطلاعات وارد نمایید. این از این. بعد بحث دوم اعتبار سنجی رو هم به شما عزیزان گفتم. حالا بحث بعدی اینه که مثلا من ممکنه که بیام به جای 6 تا رقم کاراکتر که باید وارد کنم 3 رقم وارد کنم. خب من چیکار میکنم؟ میام میگم اینجا توی شرط اگه اطلاعات رو پر کرد، یعنی کادر رو پر کرد، پس اشاره داره به اینجا، اینجا زمانی بود پر میشد که کادر رو ما پر میکردیم. میام شرط میذارم، میگم کادر رو پر کرد اگه، دقت کنید، str len، تابع str len میاد طول یک رشته رو که بهش میدیم و حساب میکنه، str len داره اندرام پست txt اون متنی که وارد کردیم. اینجا میام میگم کوچیکتر از، یا بیرون بود بگم کوچیکتر از 6 تا بود، درسته، به این ترتیب یه کار انجام بده. چی کار کنه؟ مثلا بگیم حالا برگرده دور به صفحه ایندکس، به این ترتیب به جای ارور مثلا ببر اسمال، حالا کوتاه بودن. بعد اینجا دوباره بیام شرط بذارم، اینو کپی میکنم، میگم اگه اسمال گرفته بود بنویسه لطفا نام کاربری 6، اصلا میگم نام کاربری باید مثلا بیشتر از، یا میگم باید 6 کاراکتر باشه، اصلا 6 کاراکتر باشد، به این ترتیب. اینو میذارم msg3. بعد اینجا میام میگم کپی کن اینا رو همه رو، فقط با این تفاوت که اسمش msg3 میذارم، و میام میگم با یه رنگ خاص نمایش بده، مثلا با رنگ سبز میگم نمایش بده، یا مثلا این رنگ، مثلا این رنگ رو انتخاب کنم، ببینم چه اتفاقی میفته. خب الان خالی باشه اینو هم میده، 1 2 3 وارد میکنم، میزنم، میگه نام کاربری باید 6 کاراکتر باشه، با رنگ مشکی هم نمایش دادش. حالا من 6 تا کاراکتر وارد میکنم، میشد بیشتر وارد کنم ولی اشتباه وارد میکنم، چک رو میزنم، میگه نام کاربری اشتباه است. یعنی هنوز اجازه این نداده که من به صفحه check.php برم، ولی اگه 1 2 3 4 5 6 رو وارد کنم، چک رو بزنم، میرم به صفحه check.php. چرا؟ چون یوزر پس درستی وارد کردم، یا اون کاراکتر درستی وارد کردم. اینم مبحث بعدی ولیدیشن. مبحث بعدی دیگه که میمونه، مبحث اینه که من تایپ ایمیل رو وارد کنم، یعنی
اگه اومدم به این ترتیب ادساین مثلا info dot ir به عنوان مثلا dot com وارد کردم، اینو به عنوان ایمیل بشناسه و اجازه بده که من به صفحه بعدی برم. خب مثلا این ناکای HTML5 یا HTML5 خودمون اومده یک مزیتی به ما داده که من میتونم بیام اون تایپی که باید ایمیل وارد کنم توش، اون اینپوتی که باید توش ایمیل وارد کنم رو تایپش از نوع ایمیل قرار بدم. یعنی ما یه تایپ ایمیل داریم. دقت کنید، رفرش که بکنم الان من مثلا یه چیز وارد کنم بیام بیرون، میبینی که به صورت کادر قرمز در اومده و هر چقدر رو چک بزنم میگه پلیز انتر ان ایمیل آدرس، یعنی میگه حتما باید آدرس ایمیل وارد کنید. پس تایپ ایمیل به ما خیلی کمک میکنه توی HTML5. تا اینکه من بیام بگم learn files dot @ info.com، الان این تایپ ایمیله و چک که بزنم میره به صفحه، ولی چون خب این چیزی که ما وارد کردیم 1 2 3 4 5 6 نبود به ما ارور میده. مگر اینکه من بیام اینجا مثلا بگم صفحه چک، اگه مثلا حالا info یا مثلا learn files info.com بود اجازه ورود بده. من چیزی الکی میمیسم، هر چقدر بزنم قبول نمیکنه، ولی اگه بمیسم learn files info.com به صفحه چک داد php میره. این هم از مبحث این قضیه که به شما گفتم. خب حالا بس مبحث بعدیمون که مبحث اینه که ما بیایم دوتا ایمیل رو درست وارد کنیم باید چیکار کنیم. من یه سند دیگه درست میکنم جدید که حالا یه سری چیزای مشترک هم داره، کپی میکنم از این چه قرار میدم، اینو سیو میکنم به نام index2.php، سیو میکنم اجرا بگیرم این رو index2.php به این ترتیب. من باید اینجا دو تا تایپ قرار بدم، دو تا اینپوت قرار بدم. میام اینو کپی میکنم اینجا قرار میدم txt2 txt2، افرش میکنم به این ترتیب. میتونم این دکمه خودم رو هم با یه بی آر رو برم خط بعد قرار بدم به این شکل، یا میتونم بی آر ها رو بیشتر کنم به این ترتیب که فاصله این بین بیفته. حالا میخوام زمانی که رو چک، البته من خب من بهش دادم اکشن چک رو دادم بهش، میگم مثلا چک 2.php عنوان مثال. خب میام چیزی درست میکنم میگم چک 2.php، بعد اینجا میام میگم خوب دقت کنید چک 2. خب اول میام میگم اگه این ست شده بود دالر اندلان پست بی تی ان اجازه کار بده، یعنی اگه دکمه زده شده بود اجازه کار بده. الس خب میگم برو به صفحه هدر کن به صفحه که من بهت میگم، چک رو باز میکنم اینجا. خب میگم برو به این صفحه که من بهت میگم، کپی میکنم اینو و اینجا قرار میدم تو چک دو به این ترتیب. حالا اگه زده شده بود پست بی تی ان دوباره شرط میذارم، میام میگم اگر دالر اندرلاین پست تی اکس تی که چرا بهمون کادر اولی داره مساوی مساویه دالر اندرلاین پست تی اکس تی دو بود که چرا به کادر دوممون داره، اون وقت بیا یه کاری انجام بده. چی کار کن؟ میام میگم مثلا اجازه مثلا چاپ کن که حالا مثلا میگم برو به صفحه index.php و متد get یه دونه متغیر به نام OK که مقدار مثلا 10 تا داشته باشه. درسته؟ در غیر این صورت اینجا میگم، یعنی اگه با هم دیگه برابر نبودند برو به صفحه index.php و متد get یه ارور ببر مساوی 10 10 اینا. صفحه ایندکس متد ایندکس 2 بگم اینجا 2 و اینا ایندکس 2 میگم، بعد اینجا میام میگم اگه ایست رو دارن دارن گت اوکی یه کار انجام بده، ارور یه کار انجام بده. من دیگه اینا سومی رو فعلا نیاز ندارم.
خب بعد میتونم بیام اینجا لینک کردم استایل شیت رو، میام میگم فقط اینو MSG مثلا بذار MSG مثلا حالا یا مسیج یک مسیج دو به این ترتیب. بعد توی اینو که لینک کردم میام این داخل استایل میگم شارپ مسیج، دقت کنید مسیج دو، کپی کنم این رو و مسیج این یک میذارم بعدش دو. مسیج یک که واسه اوکیه میام اینا رو کپی میکنم تقریبا، بعد میگم خب ایناش یکیه، فقط کالرش مثلا با رنگ سفید باشه و بکگراندش هم با رنگ سبز باشه. پس میام میگم صفر به این ترتیب. ولی خب مسیج دو، البته که نیاز مسیج دو رو استفاده کنم. چرا؟ چون مسیج یک من، مسیج دوی من چون اروره، میتونم مثلا این MSG ارزم بازتون دو استفاده کنم. پس میام میگم این آیدیش کجا بود؟ آیدی این مثلا باشه MSG دو به این ترتیب. بعد این مثلا باشه لطفاً نام های یکسان وارد نمایید، این ارورش. و اینه که اوکیه، یعنی همه چیش درست وارد کردیم. مثلا باشه شما با موفقیت وارد شدید به این ترتیب. رفرش میکنم، البته باید صفحه ایندکس دو رو اجرا بگیرم به این ترتیب. الان نگاه کنید اگه خالی باشه هر دوتاشون چکو بزنم، میگه شما با موفقیت وارد شدید. چرا؟ چون این خالیه، اینم خالیه، خالی با خالی برابره و با من اینو میده. شما باید بیاید مباحث خالی نبودن فرم ها رو قبلش رعایت کنید که به شما گفتم. حالا من اینو میذارم یک دو سه. البته من تایپشون رو مثل ایمیل گذاشتم، من تایپشون رو تکس میکنم که به مشکل نخوریم فعلا. اصلا همین ایمیل میذارم باشه، فرق واسه من نمیکنه چون ایمیل وارد کنم. میام میگم learnfiles.info.com، این رو میام میگم کپی کنم این رو. learnfiles دو با هم برابر نیستن، چک رو میزنم، میگه لطفا نام های یکسان وارد نمایید. اینو میذارم learnfiles، اینم learnfiles میذارم، چک رو میزنم، میگه شما با موفقیت وارد شدید. اینم از مبحث validation فرم ها که داره با ما پیغامشو میده. فقط من با من آخرین نکته بگم، تا اینجای کار ما با PHP کار میکردیم، یعنی اطلاعات رو با PHP مثلا چاپ میکردیم، دریافت میکردیم و غیره. درسته اگه خالی بود با PHP دریافت میکردیم، بودیم ببین خالیه یا نه، باید پیغامش هم با PHP چاپ میکردیم. میخوام حالا به عنوان آموزش نمونه بیام یکم از جاوا اسکریپت هم استفاده کنم تو کارمون. خب به این ترتیبه که من چیکار میکنم؟ اینا رو میذارم، برش میدارم، یه صفحه جدید درست میکنم به این ترتیب که فایل های ولیدیشن رو کم نیاز دارم، ایندکس رو اجرا میکنم، اینو من نیاز دارم، این فرم رو نیاز دارم. اینو میام داخل این سند جدیدم قرار میدم، میام میگم با مال مثال باشه index.html. حالا دقت کنید، اینجا من اجرا کنم، بگم index.html، این فرم منه. میخوام زمانی که رو چک کلیک کردم خالی بودن این کادر رو با جاوا اسکریپت بسنجیم. خب من میام قبل این تگ اسکریپت باز میکنم و اینجا میبندم به این ترتیب. بعد میام میگم دقت کنید، یه متغیر معرفی میکنم، میگم وره حالا مثلا x، این متغیر x منه به نام x مساویه، میگم document.getElementById، یه آیدی دریافت میکنه. خوب دقت کنید، document اشاره داره به سند مرورگرمون، صفحه مرورگرمون. میگه تو صفحه مرورگرت بیا آیدی یک آبجکت رو پیدا کن، باید آیدی رو اینجا بدیم و اون
آبجکت رو کلا تو X بریز. خب من میام میگم آیدی TXT رو مثلا میخوام، TXT آیدی من TXTه که اشاره به این کادر ایمیل من داره. خوب دقت کنید، پس الان این اینپوت ایمیل من کلا تو X ریخته شدهش. خط بعد میام میگم اگه، خوب دقت کنید، X من مساوی مساوی خالی بود به این ترتیب، الرت کن، یعنی به قول مثلا پیغام به من بده که لطفاً ایمیل را وارد نمایید. در غیر این صورت میگم پیغام بده، الرت کن، شما با موفقیت وارد شدید، به این شکل. خب الان این چطوری کار میکنه؟ من میام تو خاصیت آن سابمیت فرمم، آن سابمیت یه خاصیت جاوا اسکریپتی که زمانی که داره فرم ارسال میشه این آن سابمیت کار میکنه. چه زمانی فرم سابمیت میشه؟ زمانی که من دومه سابمیت کلیک کنم. میگم زمانی که آن سابمیت شد مساویه، برای من یه تابع اجرا کن، تابع با نام مثلا حالا پیش‌فرض تست به این ترتیب. یه تابع بخوام درست کنم به نام تست. خب من میام اینجا درست میکنم، میگم یه فانکشن دارم به نام تست. خب بعد میام بین این آکلود بازو بستون تابع خودم قرار بدم. من میگم کل اینا به عنوان ورودی به عنوان داخلای تابع هم باشه، یعنی بخش داخلی تابع هم باشه. خب زمانی که تست فعال بشه برای من این کارا رو انجام میده. یه بار اجرا میگیریم، چکو میزنم. البته مثل این که ببینم اکشن احتمالاً باید اینجا بگم return false کارش اینه که اون فرم رو ارسال نمیکنه به اون صفحه check.php. کپی میکنم این رو، حالا تست کنم خدا کنه که جواب بده. چکو میزنم، نه بازم ارسال میشه. بهتر اینه که بیام اکشنش رو کلا بردارم. چکو میزنم. خب شاید باید توی رویداد آن، شاید این آن سابمیت رو من اسش باید بزرگ بنویسم. خب اینو من میام میگم learn files باشه بذار پیش‌فرض، و چک کلیک میکنم. شاید باید توی رویداد آن کلیک دکمه هم بنویسم. میام میگم آن کلیک مساویه تست به این ترتیب، اینو برمیدارم. خب بیام دلیل اینکه کار نمیکنه چیه؟ آها من گفتم x، x من فقط اون اینپوت منه، من باید بگم x dot value خالی بود ریسند. چکو میزنم، خب بازم کار نمی کن اصلا. element آمد یه n هم اینجا نذاشتم، n رو هم میذارم element by id. دقت کنید که اولین کاراکتر، اولین بخش حروف کوچیکه، بخش های بعدی حرف اولشون با حروف بزرگه. by id element. یه رفرش دیگه انجام میدم، رو چک کلیک میکنم، بازم هیچ صراط مستقیم نیست. و میتونید شما تو گوگل سرچ کنید به این ترتیب تا بالا بیاد، get element by id رو حتما همچین چیزا وجود داره، یا مثلا بگم element به این ترتیب value. انگلیسی هم سرچ کنید باز راحت تر به جواب میرسید. element value in javascript. خب من میام یه کاری میکنم اینجا، این رو کپی میکنم و اینجا قرار میدم، اینو میگم txt. بعد حالا برای ولیوش ببینم چی کار کرده. مثلا اینجا نکنیم input تایپش این باشه، اینجا دیگه نوشته اینجا document.getElementById.value. اینجا هم درست نوشتیم.
من اولین تایپش رو از روی ایمیل رو به تکست تغییر بدم. البته نگاه کنم من اینو بردارم کاتش کنم این تیکر رو، همینجاش هم بگم alert کن x.value، درسته؟ .value ارزم بوده شما که بکنم الان چاپ کنه مقدار فرم رو. این یک AAA میگم، میبینی که چاپ میکنه. این یه نکته. احتمالا اینجا هم بتونم بگم value، اینجا باید x رو وارد کنم، اینجا هم کار کرد. بعد حالا بگم اگه x مساوی مساوی خالی بود alert کن، باز میخوام بگم اگه x مساوی مساوی خالی بود alert کن مثلا حالا null. دقت کنید چک رو میزنم میگه null، ولی اگه توش مقدار باشه من پیام نمیده. بعد میام میگم else، حالا میگم alert کن دوباره you login به این ترتیب. اگه x خالی بود بگو خالیه، در غیر این صورت بگو you login. خب میگه null چیز وارد میکنم میگه you login. دیدی که الان درست کار کردش. این هم از مبحث ولیدیشن و اعتبار سنجی فرم ها، که مبحث جاوا اسکریپت هم با اینکه تو حوزه ما نبود ولی برای اینکه شما بدونید و مبحث جالبیه به شما عزیزان گفتم. امیدوارم که این آموزش مفید واقع بشه برای شما. تا آموزش بعدی خدا یارو نگهدارتون.